درود و وقت بخیر بر شما دوستان عزیز. سارا نوری هستم و این آموزش رو از فرادرس خدمت شما ارائه می کنم. امیدوارم در پایان برای شما دوری خوب و مفیدی باشه. خلق را تقدیرشان برباد داد. به عنوان مقدمه یه اشاره می خواهم بکنم به خصیصه امروزه که بسیار رنگارنگ و متنوع است. اگر در گذشته از طریق تلویزیون ما 20 دقیقه فرصت داشتیم که مخاطبمون رو جذب کنیم، الان در حال حاضر هر ثانیه به عاملی برای ایجاد جذابیت می‌اندیشیم و باید جذب مخاطب رو داشته باشیم که همه اینها باعث موفقیت ما و سبقت از رقبا میشه که نیاز به نوآوری و خلاقیت داره. در ضمن اینکه توی این مباحث ما با تعاریف، نظریه‌ها، رویکردها و روش‌های مختلف و محدودیت‌های خلاقیت به عنوان یک مهارت اکتسابی با نظریه‌ها و دیدگاه‌های اولیه نظری و ابزارهایی برای هنر آشنا می‌شیم، باید دانش و مهارتش رو به دست بیاریم. با توجه به اهمیتی که مهارت خلاقیت در خلق اثر هنری داره، پرورش اون باید یکی از ارکان آموزشی هنری قرار بگیره. با این تعاریف آشنا می‌شویم. همچنین با تمایز بین خلاقیت و نوآوری از یک سو و تفاوتش با دانش، هوش و نبوغ و استعداد از سوی دیگر و منشأ خلاقیت. در ادامه اهمیت وجود خلاقیت رو در تمام شئون زندگیمون حتی امور عادی و روزمره هم مورد بررسی قرار میدیم و تشریح خواهیم کرد و در نهایت به این نتیجه میرسیم که خلاقیت نه خصیصه ذاتی بلکه یک مهارتی اکتسابی و آموختنیه. پس تو این فصل با این موارد آشنا میشیم. خلاقیت چیست؟ منشأ اون کدومه؟ بین خلاقیت و هوش و نوآوری و نبوغ چه فرقی وجود داره؟ آیا خلاقیت همون نوآوریه؟ آیا هر عمل نوآورانه‌ای خلاقیت هست؟ خلاقیت در لغت از فعل create در فرهنگ لغت به معنی به وجود آوردن یا موجب ایجاد چیزی شدن و تولید کردن اومده و به کار و فعالیتی گفته میشه که برای نخستین بار شخصیتی به وجود میاره. خلاقیت همونطور که گفتیم در مقابل به وجود آوردن بار معنایی مثبت داره و در مقابلش خراب کردن قرار داره. اگرچه همونطور که میدونید اغلب برای ایجاد یه چیز جدید باید یه چیزهای قدیمی رو خراب کنیم، به ویژه مثلا شکستن یه سری باورهای غالبی از مقدمات خلاقیت به حساب میاد. create از اسمی به نام creation به وجود اومده و creative در واقع صفتش میشه که به ترتیب ابداع و تخیل بشر و به خصوص خصیصه شخصی رو که از این نیروی ابداع و تخیل برخورداره اطلاق میشه. تو زبان فارسی از فعل عربی خلقه با افزودن فعل کمکی کردن به صورت خلق کردن به عنوان معادل واژه create استفاده میکنیم. مشتقاتش هم یعنی واژگانی مثل خلاقیت، خلاق، مخلوق رو میسازیم. از واژه خلاقیت بیشتر مخصوص پروردگار استفاده میشه. واژگان مرتبط با آفرینش الهی و نوآوری انسانی معادل‌های فارسیمون هستش. طبیعیه که تو این امر خب یه سری تحقیقات بیرونی هم به وجود میادش که مهمه و این اندیشه ایست که از قوه در واقع میادش به فعل تعریف میشه. طبیعی است که تو این امر تحقق بیرونی عمل مهم هست، یعنی صرف اینکه یه چیزی تو اندیشه یه فردی ظاهر میشه خلاقانه به حساب نمیاد و این اندیشه بایستی یه نمود عینی پیدا کنه یا به عبارت دیگه از قوه در واقع به فعل در بیاد. با یه واژه دیگه ممکنه برخورد کنیم به نام خلاقیت شناسی که میتونیم دانش یا حوزه ای از دانش رو تعریف کنیم که از مجموعه مطالعات و پژوهش‌های پیرامون موضوع خلاقیت هستش. خصوصیت افراد خلاق، عوامل مؤثرش در ظهور خلاقیت و پرورش اون، فرایندهاش رو در واقع میان مورد بررسی قرار میدن. حالا خلاقیت چی هستش؟ از جمله تعاریفی که بیان میشه، تعاریف متعددی از خلاقیت ارائه شده که هیچ تعریف واحدی هم از خلاقیت وجود نداره که همه نسبت به اون توافق داشته باشن. گوناگونی بسیار زیادی داره ولی هر یک از اونها از زاویه به موضوع نگریستن و یکی از عوامل موثرش رو که دخیل بوده تو مسئله برجسته کردن. برخی از تعاریف به تشریح خصایص اشخاص خلاق میپردازه، برخیشون فعل و انفعالاتشون رو مورد بررسی قرار میدن
و در نهایت برخی دیگه در رویکردی نتیجه گرا و هدف محور هستن، بر محصول عمل خلاق در واقع تمرکز میکنن و بالاخره دسته‌ای هم هستن که شرایط محیطی مناسب رو برای رشد و پرورش خلاقیت یا بروزش و به ثمر نشستن اون مرکز توجهشون قرار میدن. نویسنده کتاب آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان تو دانش آموزا بخشی از این اختلافات رو اومده تشریح کرده و گفته که برخی معتقدن که نتیجه رفتار خلاق باید عینی و ملموس باشه، در حالی که عده دیگه مثلا نظر میکنن که رفتار خلاق هستش. ویژگی شخصیتی یکی از مواد دیگه ای هستش که مورد پذیرش برخی نظرپردازان هست. در مورد ویژگی های شخصیتی برخی بر این باورن که ویژگی های تو افراد خلاق وجود داره که جنبه ارثی داره. در مقابلش هم بعضی دیگه هستن که اینو که رد میکنن به اکتسابی بودنش تاکید دارن و معتقدن که میتونیم اونها رو از طریق تعلیم و تربیت به دیگران بیاموزونیم. طرفداران عوامل محیطی اعتقاد دارن که محیط در تکوین رفتار خلاق نقش اساسی داره و اون بخش دیگه که خدمت رو عرض کردم که رد میکنن نظریه رو بخشی هستن که میگن خلاقیت اکتسابی هست. میخوام با یه مثال براتون خلاقیت رو شرح بدم. در قضیه مشهور مولانا اشاره به یک اتاق تاریکی میکنه که چندین نفر مورد آزمایش قرار میگیرن. از هر کسی میخوان که بره داخل اتاق و اون چیزی که درک میکنه رو بیاره و توصیف کنه. یکی میره داخل اتاق و پای فیل رو لمس میکنه، میگه یک ستون قطوری بود، خیلی بزرگ بود، یک ستون بسیار بلند بودش. یکی دیگه میره خرطوم فیل رو لمس میکنه و میگه یک چیزی تاب مانند، یک چیز قوسداری بود و جزئی از چیز رو میادش بررسی میکنه. یکی دیگه دوم رو در واقع دست میزنه و میگه تراب بزرگ و قطوری بود که از جای آویزون بود. و در نهایت یک نفر میره تمام جوانب رو میسنجه، میره تمامش رو میبینه که خب بخشی از یک ستون که نمیتونه باشه، بعد میره به قسمت‌های مختلف و دور تا دور بخش‌های مختلف بدنه فیل رو تو تاریکی لمس میکنه و در نهایت یک نفر میادش این مبحث رو بیان میکنه، خب فیلی در تاریکی بود. تو قصه مشهور مولانا بخش‌هایی از بدن فیل تو تاریکی لمس شده، هر کس تعریف و توصیفی از فیل رو ارائه میده، هم درست بوده چون بخشی از فیل رو توصیف میکرده، هم غلط بوده چون توصیفش ناقص بوده. پس به این ترتیب هرگز نتونستن از خلاقیت تعریفی رو به دست بیارن که همه جوانبش رو در بر بگیره و همه انواع اون رو شامل بشه. لذا به جای پافشاری بر این تعریف یا آن تعریف خاص، بد نیست نسبت به خلاقیت با برخی از مفاهیم مرتبط با اون مثل دانش، هوش، تفکر و نوآوری بپردازیم. خلاقیت و دانش. بدون شک بین خلاقیت و دانش، تجربه و مهارت یه ارتباط تنگاتنگ وجود داره که برای بروز خلاقیت توی یه زمینه و ارائه نوآوریتون به دانش و تجربه و مهارت نیازمندیم. هر کسی تو زمینه‌های مختلفی مثلا فیزیک یا شیمی قواعد یا موادی رو کشف یا ابدا کرده، خب سهم بسیار اندکی از کشفیات هستی رو به صورت تصادفی حالا رخ داده یا به صورت غیر تصادفی. اگرچه تو اغلب این موارد هم هوشمندی و دقت کاشف هم نقش بسیار مهمی داشته. به طور مثال میگیم فقط یک نفر موقع افتادن سیب بر زمین به قانون جاذبه فکر کرد. آیا حالا واقعا نابغه شدن تصادفیه؟ یکی از کشفیات مهم رادیواکتیو رو میخوام بهش اشاره کنم که به طور تصادفی مقداری از اون در کنار فیلم عکاسی که تو کاغذ سیاهی پیچیده شده بوده قرار گرفته و به صورت اتفاقی فیلمی ظاهر میشه و متوجه نقاط سفید رنگ عجیبی بر روی فیلم عکاسی میشن. این نقاط نشان دهنده وجود اشعه ناشناخته‌ای بود به نام اشعه ایکس که برخلاف اشعه های معمولی از کاغذ سیاه نفوذ کرده بود. ممکنه کسی بگه که خب خوششانس بوده، ولی مسلماً این کشف رو خوششانسی تلقی نمیشه کرد. با در نظر بگیم یک شخص معمولی چند وقت یک بار ممکنه سر و کارش به مواد رادیواکتیو بیفته و فیلم عکاسی رو به طور اشتباهی کنار اون قرار بده. بدون تردید برای بروز خلاقیت تو هر زمینه‌ای بدون تمرین، بدون دانش نمیشه. چطوری میتونیم بگیم که مثلا بدون دانش، تجربه و مهارت کافی ما میتونستیم مثلا یک قطعه موسیقی رو بنوازیم؟ یا بدون تمرین کافی چطور میتونیم تابلو نقاشی واقع‌گرایی رو
به وجود بیاریم یا نمایشنامه ای رو در واقع بنویسیم. طبعا تو تمام این موارد استثناءاتی وجود داره، ولی همونطور که میدونیم هنر با ذوق و حس زیبایی شناسانه هم سر و کار داره. اما وجود استثناءهای هرچند زیاد این قاعده رو نقض نمیکنه که هنر همچون علوم طبیعی به دانش، تجربه و مهارت نیازمنده. صاحب نظران تو این مورد از عبارتهایی مثل مهارت‌های مرتبط در حیطه مورد نظر استفاده میکنن که نشون دهنده ترکیبی از دانش و حقیقت موجود و مباحث مرتبط با یک حوزه خاص هستش که با تجربه همراهه تا فرد قادر به یافتن راه حل مناسبش بشه و برای حل مسائل اون حوزه استفاده کنه. بعیده که توی زمینه راه حل ها واقعا خلاق بیاندیشیم بدون اینکه مثلا دانشی داشته باشیم. نکته دیگرش توانه توی یک زمینه است که الزاما به توانه در سایر زمینه ها مربوط نمیشه. یه فرد خلاق توی زمینه ممکنه خلاق باشه، در زمینه دیگری کاملا ناتوان و ناموفق باشه. همونطور که برخی از هنرمندان از نظر مهارت‌های اجتماعی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. اما سوال اینه که آیا دانش بیشتر به خلاقیت بیشتر منتهی میشه؟ اگه بخوایم پاسخ مثبت به این سوال بدیم، یه جایی تردیدی وجود داره. اما برخی از نظری پردازان دانش بیش از حد رو یه عامل بازدارنده و سدی بر سر راه بروز خلاقیت میدونه. خلاقیت چیزی که از مبحث‌های دیگه‌ای که ما به بررسی قرار میدیم، خلاقیت، هوش و استعداد هست. یکی از دیدگاه‌های مهم در خصوص هنر که اون رو حاصل نبوغ و زایده اندیشه فردی استثنایی میدونن، که مورد بررسی قرار میدیم، فردی که در واقع از دیگران متفاوت هست و با محبت خدادادی دارای استعدادی ویژه و خاصه که همین امر تو منشأ خلاقیت هم صدق میکنه. گاهی خلاقیت رو حاصل هوشی برتر و مغزی استثنایی میدونن. بدون ترتیب بین هوش و خلاقیت یه رابطه‌ای وجود داره. وجود میزانی از هوش برای هر عمل خلاقانه ضرورت داره. هوش توانایی هستش برای فهم ایده‌های پیچیده، تطابقش با محیط، یادگیری تجارب و بکارگیری استدلال برای پیروز شدن بر موانع هستش. در مورد عوامل مؤثر بر میزان خلاقیت و افراد به ویژه در مورد نقش عوامل ژنتیکی و محیطی پژوهش‌های خوب بسیار زیادی صورت گرفته. اما درباره میزان اهمیت هر کدوم از اونها هنوز توافقی وجود نداره. نویسنده کتاب مگا خلاقیت 5 تا اصوله که در اینجا به معنی باورهای غلط هسته در مورد نبوغ بهش به تفصیل در واقع اشاره میکنه که رد میکنه اینها رو. میگه نوابغ نابغه به دنیا میان. نوابغ در کودکی شناخته میشن. نوابغ افرادی ممتاز و مستعد در همه امور هستن. نابغه ها دیوانن، نابغه شدن تصادفیه. تمام این موارد رو در واقع رد میکنه. اگه بخوایم به این مورد اشاره کنیم، میدونستید که ادعا میکنن که نوابغ خب در کودکی شناخته میشن، اما آیا میدونستید که انیشتن تا 3 سالگی نمیتونستش صحبت کنه و دچار نوعی اختلال در یادگیری بود که مشخصش ناتوانی در تشخیص و درک معنی کلمات نوشته شده بود. پابلو پیکاسو همینطور فقط به کمک پدرش در تمام کلاس ها کنارش میشسته، توانستش مدرسه رو به پایان برسونه، در واقع همه ای کمک های پدرش بود. توماس ادیسون هم نمونه دیگه هستش که همیشه نمرات پایینی تو درس فیزیک میگرفت. آیا کسی تو مدرسه انیشتین یا ادیسون میتونستش آینده این نابغه ها رو پیش بینی کنه؟ یا حتی استیو جابز میدونی که در سنین پایین در از دانشگاه در واقع اخراج میشه. پس بین هوش و موفقیت یه ارتباطی وجود داره. در مورد میزان این ارتباط هم تردید هستش. خب خیلی شنیدید که افراد با هوش متوسط و پشتکار بالا به یه سری موفقیت ها میرسن که از افراد تیزهوش هم که بی اراده و بی پشتکار هم فراتر میرن. درباره ارتباط بین خلاقیت و هوش هم توافقی بازار وجود نداره. حتی یه سری مطالعات هم به این نتیجه رسیدن که خلاقیت و هوش یه همبستگی بسیار پایینی با یکدیگر دارن. یعنی افراد با هوش بالاتر الزاما افراد بسیار خلاقی نیستن. تریزا امابلی هم هشدار میده که نباید ما خلاقیت رو با هوش و استعداد اشتباه بگیریم. اغلب اوقات مردم کلمه خلاق رو به اشتباه معنی مترادف پر استعداد به کار میبرن.
منظور اون اینه که کودکی که داره استعداد غیر معمول تو بعضی زمینه ها باشه یا کودکی که از پوش بالایی برخوردار باشه نشان دهنده این هستش که خلاقه، یا کودکی که تو سن پایینی تو نواختن یه موسیقی مهارت کافی داشته باشه به همین ترتیب کودکی که توی آزمایش ظریف هوشی نمره فوق العاده ای به دست میاره. در حقیقت با استعداد هستش که میگیم، خلاقیت در واقع همون استعداد هوش نیست. پل گیلفورد روانشناس آمریکایی اولین پژوهشگری بود که به تدوین یک طبقه بندی از توانایی بشر به نام ساختاری به اسم ساختار هوش SQI پرداختش که تو اون تفکر خلاق به عنوان بخشی از عملکرد هوش معرفی میکنه. گیلفورد تو مدل شناسی و یا همون مکعب شناختی به ابعاد سازنده هوش خیلی تاکید میکنه. مدل شناسی شو که ابعاد سازنده هوش رو تأکید میکنه و دو تفکر رو مطرح میکنه، تفکر همگرا و تفکر واگرا. تفکر همگرا چیست؟ حالا در واقع کوشش و مهارتی که برای حل مسئله و تفکر به وجود میادش میشه تفکر همگرا، ولی ها تفکر واگرا کوشش و مهارتی برای یافتن حد اکثر راه حل های ممکن برای حل یک مسئله است. به این ترتیب وقتی از تفکر همگرا صحبت میکنیم به عنوان هوش و از تفکر واگرا به عنوان خلاقیت باید یاد کنیم. هاروارد گاردنر با مطالعه زندگی 7 نفر از افراد خلاق قرن 20 نظریه هوش‌های چندگانه رو در واقع میادش مطرح میکنه. طبق این نظریه هوش در واقع مجموعه چند وجهی از 8 هوش متمایزه و خلاقیت عالی‌ترین سطح کاربرد این 8 وجه هستش. در واقع یک فرد ممکنه در یک زمینه هوش و استعداد بسیار بالا داشته باشه و در زمینه دیگه هوش و استعداد کمی داشته باشه. به همون اندازه افراد میتونن تو برخی از زمینه‌ها از خودشون در واقع خلاقیت نشون بدن و تو زمینه‌های دیگه کاملا ناتوان از خلاقیت باشن. در اینجا به بررسی چند نوع هوش می‌پردازیم. هوش‌های مختلف و مشخصات هر کدوم از اونها. ما هوشی داریم به نام هوش منطقی. در واقع این کارش مشخصش چیه؟ توانایی بالایی در تفکر منطقی، در استدلال قیاسی، برای شناسایی الگوها و تولید طبقات کلی از الگوهای عددی هست. درک منطقی داره، فعالیتش تو تحقیق و بررسی بسیار بالاست، سوال میکنه مداوم، دستکاری متغیرهای آزمایش رو انجام میده که منجر به خلاقیت میشه. هوش فضایی از خوبه تجسم بالایی برخورداره، تواناست تو تحلیلگری نقشه ها، توانایی در هوش دیداری داره، خلق تصورات ذهنی بسیار بالایی داره، تصویرسازی های ذهنی رو برای حل مشکلات انجام میده که مثل این نمونه رو ما میتونیم توی فیلم شطرنج باز در واقع ببینیم که تصویرسازی ذهنی میکنه و میتونه مهره هاش رو حرکت بده و پیروز بشه. توانمندی در مشاهده گری داره، قوه بینایی بالایی داره، تیزی بینایی داره، سنجش بینایی بسیار بالایی داره. هوش جنبشی یا جسمانی مهارتیه که تو فعالیت‌های روانی و حرکتی، سرعت تو مهارت‌های حسی و جسمانی داره، از لحاظ حرکت نرمی و انعطاف پذیری جسمانی بالایی داره، از کل بدنش میتونه استفاده کنه، از لحاظ هوشی تمام بدن انگار هوشمنده، از زبان ایما و اشاره کاملا آگاه هست، کنترل جنبش‌های جسمانیش رو خوبی به عهده داره و موفقیت‌های ورزشی بالایی داره. دستکاری توی اشیا و زمان واکنشش هم همیشه مناسبه. مثلا کسی میمونه که مثلا یه اتفاقی ممکنه براش بیفته و سریع عکس‌العمل نشون میده، ما میگیم ای ناخودآگاه همچین عملی رو نشون داد. نه، این فرد از لحاظ جسمانی هوش بالایی داره. زبانی، حالا هوش زبانی چیه؟ مهارت کلامی بسیار بالاست. استفاده از نمادهای کلامی و نوشتاری تو سخنوری، خوب سخنوری بسیار ماهریه، بیانش شیوا و سلیسه، توی نمادهای مفهومی میره راحتی میتونه دستکاری انجام بده و درک و فهم معانی واژگان بسیار بالایی داره. زبانش روان و کلام روانی داره، واژه ها رو به خوبی تفسیر میکنه، جمله سازی های خوبی داره، پاراگراف بندی داره، ارتباط منطقی بین کلمات رو سریعا انجام میده. هوش موسیقی توانه تو درک شنیدار، حتما شنیدین بعضی رو توی شنیدن موسیقی در واقع نوت‌ها رو به خوبی میتونن تشخیص بدن. اونها هوش موسیقی بالایی دارن، میتونن تشخیص بدن نوت چه نوتی هست، تحلیل آوازها رو انجام بدن، تولید نوشتار آوازی بکنن، نوت نویسی خوبی رو میتونن انجام بدن،
و در نتیجه به خلق موسیقی های ویژه هم سرانجام میرسن و میتونن تدوین آهنگ های موسیقی رو انجام بدن. حالا هوش درونی باشه، فردی باشه چیه؟ یه مهارتیه که تو خودش کنترل میکنه و خودش مفهومی رو به وجود میاره. یه خودشناسی داره، فهم خیشتن و خیشتن شناسی میرسه. موفقیت تو تصمیم گیری داره، مشارکتش رو خیلی خوب نشون میده و صداقتی با خودش داره. این مهمترین نکته است که در نهایت تمام اینها به خودشناسی منجر میشه. بین فردی حالا چیه؟ در واقع کسی که روابط اجتماعی بالا داشته باشه، توانایی فهم دیگران داشته باشه، درک، همدلی، شناسایی احساسات و نیتهای دیگران، حساسیت به علائم اجتماعی دیگران، شناسایی یه سری سرنخ‌های کلامی و غیر کلامی که بعضی‌ها میگن خب ما باید یک فرد رو زمان زیادی بذاره تا بشناسه، ولی کسی که هوش بین فردی بالایی داشته باشه به راحتی از کلام‌ها و حتی غیر کلام‌ها، ایما و اشاره‌ها هم به شناسایی شخصیت فرد میرسه. هوش طبیعت گرایانه، حساسیت به دنیای زیستیش داره، شناسایی میکنه الگوهای مختلف و تمایز بین دنیای طبیعی میذاره. از یک نوع حس طبیعت شناسی برخوردار و زیبایی شناسی که بیشتر جلوتر توضیح خواهیم داد. خلاقیت و جنون. یه تصور غلطی در مورد افراد خلاق و به ویژه هنرمند ها وجود داره که افراد نامتعادل و روانپریش و آنارشیست رو در واقع میگن افراد خلاقی هستن یا هنرمند هستن. خیلی از اوقات هم کسی رو میبینیم که برای ایجاد یه ظاهر هنری به صورت مصنوعی خودشون رو به شکلهای افراد نامتعادل و روانپریش و ضد نظم و قواعد اجتماعی در میارن. برخی گمان میکنن که هرچی روانگردان مثل دخانیات رو در واقع استفاده کنن در نتیجه خب افزایش خلاقیت دارن. حالا بعدا بیشتر در مورد نظریه روانکاوی صحبت خواهیم کرد. برخی از نظریه پردازان از جمله زیگموند فروید خلاقیت رو زایده بخش ناخودآگاه میدونه. همچنان که در نظریه بوستون هنر و نبوغ رو در واقع نوعی جنون موقتی و زایده مداخله الهه های هنر به حساب می آوردن. و به همین دلیل هم امروز یکی از ذهنیت های غلطی در مورد خلاقیت رو با نامتعارف بودن معنیش در نظر گرفته میشه. اما ترزا امابلی تاکید میکنه که بهترین شواهدی که در دست هستش رابطه بسیار ضعیف بین خلاقیت و اختلالات عقلی رو نشون میده. به طور مثال درسته که مقایسه نویسندگان خلاق کمی بیش از مردم عادی در واقع موارد افسردگی رو دارن، اما این به هیچ وجه به اون معنی نیستش که رفتار عجیب و نامتعارف و یا غیر متعادلی برای خلاقیت لازم هستش یا کمکی به اونها میکنه. بسیار از روانشناسان درست عقیده عکس اون رو دارن، میگن افرادی بهتر میتونن خلاقیت خودشون رو نشون بدن که از تشویق و اختلالات عقلی دور باشن. افراد بسیار خلاق گرایش به عدم پیروی از جمع دارن، اما علاوه بر اون تمایل دارن که از نظر عقلی و احساسی قوی باشن. متفاوت بودن فقط به خاطر متفاوت بودن و به عنوان یک هدف به خودی خودش برای خلاقیت کافی نیست. برخی هم خیال میکنن که ناملایمات و به طور کلی هر نوع ناکامی منجر به در واقع افزایش خلاقیت میشه یا حتی محرومیت هایی باعث به وجود آمدن خلاقیت میشه. بازم به موبیلی تاکید میکنه که محققان هیچ گونه شواهدی ندارن که نشون بدن نبوغ تحت شرایط محرومیت شکوفا میشه. خلاقیت و نوآوری. از نوآوری به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم خلاقیت جا شده. اما به چه چیزی میگیم ما خلاقیت؟ احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده که برای مسئله یا کاری یه راه حل ابتکاری پیدا کنید یا ابداع کنید و چه بسا از کشف و ابتکار خودتون هم در واقع شاد بشه و احساس غرور کنید. اما به زودی میفهمید که اون راه حل قبلا هم ارائه شده و تازه نیست. نویسنده یک کتاب مگا خلاقیت اینطوری بیان میکنه که چنین موضوعی رو هنگامی که تو رساله دکتراش داشته مینوشه به این تجربه میرسه و میگه که به نظر میرسه برای نوآوری تو امر خلاقیت به عنوان یک مؤلفه باید یه مرز و حدودی براش قائل بشیم. در صحبت از نوآوری از دو تا مفهوم بدیع ذهنی و بدیع عینی اشاره میکنه. یعنی چی؟ ما چیزایی رو
باز کشف میکنیم و متوجه میشیم که بعضی از چیزهایی که میپنداشتیم جدیدن، از مدتها پیش هم وجود داشتن، به این معنی که ما چیزها رو باز کشف میکنیم و متوجه میشیم که بعضی از چیزهایی که فکر میکردیم جدید هستن، از مدتها پیش وجود داشتن. به این میگن جدید ذهنی در مقابل جدید عینی. جدید یا بدی ذهنی به چیزی گفته میشه که برای خود فرد، یعنی اون کسی که مبده هست، جدید و تازه است و بدی و عینی برای همه مردم اطرافش هستش. به همین دلیل درجات مختلف نوآوری رو تو 5 تا رده در واقع سطح‌بندی میکنه. کیفیت نوآوری رو در واقع تازگیش رو میادش مقایسه میکنه و باید میگه که باید حداقل در 5 تا حوزه کاملا مشخص وارد بشیم تا یک نوآوری رو در واقع با کیفیتش بخوایم محسوب کنیم. فردی، خانوادگی، همسایگی مستقیم، منظور محل کار و مدرسه و اینجور چیزها هست، محیط اطراف در واقع شهر یا کشور هست و جهانی. راهنمای جامعه خلاقیت کمبریج خلاقیت رو به 2 تا بخش خلاقیت بزرگ یا برجسته و خلاقیت کوچیک یا روزمره تقسیم کرده. خلاقیت بزرگ به موارد بدون ابهام یک بیان خلاقه اشاره داره، در مقابل خلاقیت کوچیک بر خلاقیت روزمره تمرکز داره. و از اونجایی که تو این 2 تا مقوله خلاقیت ممکنه یه سری نکاتی ظریف داشته باشه که از قلم بیفته، مثلا در بخش خلاقیت‌های کوچیک نتونیم بین فعالیت یک نقاش حرفه‌ای که از راه کشیدن نقاشی معمولی درآمد کسب می‌کنه با یک نقاش حرفه‌ای و یک دانش آموزی که در کلاس درس نقاشی می‌کشه تمایزی قائل بشیم. 2 تا سطح دیگه شامل میشه: خلاقیت ریز و خلاقیت حرفه‌ای. طبقه خلاقیت ریز کمک می‌کنه تا بین اشکال انتزاعی‌تر و عینی‌تر و خلاقیت کوچیک با ایجاد فضایی برای اشکال انتزاعی یا شخصی‌تر، درونی‌تر یا ذهنی‌تر یا حتی هیجانی‌تر بین اینها تمایز قائل بشیم. همچنین طبقه خلاقیت حرفه‌ای به تمایز حوزه‌های خاکستری میان خلاقیت کوچیک و خلاقیت بزرگ کمک می‌کنه. خلاقیت حرفه‌ای مانند بازیگران حرفه‌ایه که هنوز موقعیت برجسته‌ای کسب نکردن یا شاید هرگز کسب نکنن. اما خیلی از افراد خلاق در سطح خلاقیت کوچیک مثل نقاشان که برای مثلا آرامش حتی نقاشی میکنن و برای لذت بردن از نقاشی نقاشی میکنن، از نظر دانش و انگیزش و مهارت فراتر باشن. این یک تصور غلط هستش و بازدارنده است که خلاقیت رو با امور مهم و افراد خاص محدود کنیم، در حالی که خلاقیت طیف بسیار وسیع و متنوعی از امور مهم و بزرگ رو و تخصصی و پیچیده رو در واقع میگیره تا امور معمولی و کوچیک و غیر تخصصی و ساده، باید این رو در نظر داشته باشیم. واژه توانستن، تأکید کردیم که خلاقیت رو عملی اختیاری و ارادی میدونیم و بیان میکنیم. اما با وجود شباهت‌های معنایی در مورد تفاوت بین خلاقیت و نوآوری، همونطور که ذکر کردیم، نویسنده کتاب میکا خلاقیت یه تمایز بین 2 تا مفهوم خلاقیت و نوآوری رو میادش مطرح میکنه. خلاقیت رو در واقع حاصل بدی و تازگی میدونه و نوآوری رو به کارگیری این تازگی در جامعه میدونه. به عبارت ساده تر، خلاقیت تازگی ایجاد شده است و نوآوری تازگی منتقل شده است. لوسی هم نوآوری رو مفهوم وسیع تر میدونه، وسیع تر از خلاقیت و در برگیرنده رویکرد و نمود عملی میدونه. از نظر اون نوآوری به عنوان اجرای موفق ایده های خلاق در شکل فرایندها، محصولات یا خدمات شناخته شده است. نوآوری مفهوم وسیع‌تری داره. نظریه‌های نوآوری فرآیندی رو که به وسیله اون محصولات ساخته میشن، ساختارهای سازمانی و راهبردهایی که این فرآیند رو پشتیبانی می‌کنن، همچنین رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت‌ها رو مد نظر قرار میده. خلاقیت رو زیر مجموعه نوآوری و نوآوری رو زیر مجموعه تغییر سازمانی می‌دونه. نظریه‌های نوآوری اساساً خوب نشأت گرفته از حوزه‌های مهندسی و مدیریت فناوری هستند. خلاقیت به عنوان زیرمجموعه‌ای از حوزه وسیع نوآوری در نظر گرفته میشه و نوآوری رو به عنوان زیرمجموعه‌ای از ساختار بزرگتر تغییر سازمانی می‌دونن.
نظریه نوآوری با مطالعه کارآفرینی رابطه بسیار نزدیکی داره و در نتیجه دراکر اون رو این گونه در واقع توصیف میکنه، میگه ابزار خاص کارآفرینی. خلاقیت و ارزش. خلاقیت از نظر معنایی همونطور که گفتیم یه واژه ساختن نزدیکه و مقابل خراب کردن هست و در نتیجه خلاقیت خصیصه مثبته و در عرف معمولاً کلاً همون مفهوم مستمر مثبت رو داره. به همین ترتیب صرف نظر از معیارهای تازگی و نوآوریش از مناسبتی به عنوان دومین عنصر خلاقیت در واقع یاد شده، چیزی که در واقع به وجود آوردن است و دارای ارزش هست. دوم عنصر پس خلاقیت هستش. اما منظور از غلط یا بی ارزش بودن چیه؟ خیلی اوقات می‌بینیم توی هنر یه چیز تازه رو در ابتدا بی ارزش و بی فایده به نظر میادش یا با انتقادی ممکن مواجه بشه. تو تاریخ هنر ببینیم این موضوع به کرات دیده شده و تو فصل‌های آینده هم بهش می‌پردازیم. از نظر دیدگاه افلاطون به عنوان اولین و بزرگترین منتقد هنر، اون رو در واقع مضر یا بی فایده می‌دونسته و گرایش‌های مکتب‌هایی مثل اکسپرسیونیسم و غیره ابتدای امر با بیمهری مواجه شده و اغلب اسامی هم که به وجود اومده به صورت تمسخرآمیز از روی حالات دیکشنری یا لغتنامه‌های خاص انتخاب شدن. چیزی که به وجود اومده بالاخره یه دارای ارزشی است. بنابراین خلاقیت به وجود آوردن چیزی هستش که دارای ارزشه. پس البته جنبه جدید بودنش هم یه عامل مهمیه. چون یه چیز تکراری حتی اگه ارزشمندم باشه خلاقیت محسوب نمیشه. خلاقیت و هنر. خلاقیت عنصر ذاتی و جزء غیر قابل تفکیک هنر هستش. خب نویسنده مدیریت در رسانه به خلاقیت نوآوری اشاره کرده و گفته که خلاقیت نوآوری توزیع رسانه و در مورد کالاهای فرهنگی خب خیلی مهم و حیاتی تر از بقیه یه حوزه ها هستش. از نظر اون تو این حوزه در مورد این کالاها محتوا و محتوا سازی خیلی مهمه، چون کالاهای فرهنگی به ندرت میتونیم برای یک بازه زمانی بلند مدت استانداردی رو براش تعریف کنیم و تقاضای مشتری‌ها تو این حیطه به حوزه‌ای که قرار داره خیلی سریع تغییر میکنه. همچنین اون معتقده که نیاز به خلاقیت و نوآوری زمان بیشتری رو میبره و محیط هایی که آشفته تر هستن به ویژه زمانی که این آشفتگی شامل یه سری ظهور فناوری ها باشه، یعنی همون چیزی که در حال حاضر ما در واقع میبینیم، بیشتر موضوعیت داره. بنابراین با وجود اینکه خلاقیت همواره عامل حیاتی تو صنعت رسانه است و موج کنونی تغییرات فناوری هستش، این نیاز رو در واقع تشدید میکنه. همونطور که دوبونو اشاره میکنه، بین خلاقیت هنری و خلاقیت تو سایر اموریز تفاوتهایی قائل میشه. اون اول از همه میگه که خب برای متمایز کردن خلاقیت در ایده های جدید از خلاقیت هنری اومده یه واژه رو کلن جدا کرده و ادعا میکنه که در واقع خلاقیت رو میشه آموزش دادش. سوالی که میتونیم بپرسیم اینه که خب خلاقیت رو آموزش بدیم باید بپرسیم که آیا بتوونم به همین طریق آثار خودش رو خلق می‌کرده؟ خب پاسخ من منفیه. اما خلاقیت در ایده میتونیم رسماً ما آموزش بدیم، گسترشش بدیم. همچنین وجود داوری‌های زیبایی شناسانه رو توی هنر و چه ممیزی اون با سایر انواع خلاقیت‌ها هستش. خلاقیت رابطه دیالکتیکی داره بین محتوا و شکل. رابطه دیالکتیکی یعنی چی؟ یعنی رابطه دو سویه داره. در مورد هر پدیده دو تا مؤلفه محتوا یا مضمون و شکل هستش که قابل تشخیصه. خلاقیت میتونه صرفاً در محتوا ظاهر بشه یا گاهی در شکل باشه. در محتوا مثلا بیان مضامین جدید تو قالب کلاسیکی باشه، یا در شکل در فرآیند خلاق همواره دو بُعد یا دو تا سطح متفاوت و اما مرتبط رو داشته باشه که فرد میتونه به کمک اونها خلاقیت داشته باشه. بُعد اول سیستمی که میتونیم یک رسانه خاص رو مثلا نقاشی، رنگ روغن یا یک شکل موسیقی ویژه یا یک فرآیند ویژه مثل دستورالعمل حل مسئله یا یک رویکردی به خلاقیت مثل معناشناسی باشه. شخص خلاق پس این ابزار برای رسیدن به یک هدف خلاقانه در واقع بهره میگیره. بُعد دوم محتوا
مفهومی که این رسانه و واسطه توصیف میکنه رو در واقع نشون میده. در اینجا نیز شخص خلاق مفهوم اون محتوا رو درک میکنه، تغییر توش ایجاد میکنه، دستکاری میکنه و در نهایت بیان میکنه. اما اغلب و در بهترین حالت بایستی بین محتوا و فرم یک رابطه یک رابطه متقابل و دیالکتیکی وجود داشته باشه. تاریخچه مطالعات خلاقیت شناسی که از دوران باستان همه پژوهش و تأملات فلسفی و نظرپردازی ها تو زمینه های مثل هوش، آموزش و پرورش و نبوغ و آفرینش هنری و ادبی صورت گرفته به نوعی به موضوع خلاقیت و نوآوری خوب توجه شده. تا قبل از دهه 1950 تعداد اندکی از افراد تونستن راهی برای تحقیقات تجربی و تدوین یه سری برنامه بر پرورش استعدادهای خلاق به وجود بیارن. مثلا گالتون نبوغ رو از نظر ارسی میدش مورد مطالعه قرار میده. هاروی لمن زندگی نامه افراد خلاق رو تو حوزه‌های متعدد مورد مطالعه قرار میده تا بر اساس اون یه ارتباطی بین جنبه کیفی و کمی و بازدهی رفتار خلاق رو تشخیص بده. مثلا در دوران بزرگسالی در واقع مشخص بشه. روسمن بعد از مطالعه زندگی تعداد زیادی از مخترعان آمریکا یه مدل مشابه رو به وجود میاره. کاترین پاتریک مدل والاس رو مورد آزمایش قرار میده و والاس هم مدلی رو طراحی میکنه که ضمن اون مراحلی رو که جریان فرایند خلاق رو طی میکنه رو در واقع میادش تشریح میکنه. در بازه زمانی 1950 تا 1980 دو تا مسئله مشخص در این رابطه به وجود میادش. اول از همه که یه سری پژوهش در مورد افراد نابغه صورت میگیره. بر این فرض بودن که خلاقیت کم و بیش در زمان تولد تعیین شده و تعداد بسیار کمی از افراد خلاق هستن که به دنیا میاد. دومین پژوهش تو زمینه فرایندیش هستش. پژوهش در زمینه فرایندی که توی اون محصول خلاق تولید میشه، این جریان بر ویژگی‌های اون فرایندها تمرکز داره که منتج به پیامدهای خلاق میشه و در حال حاضر هم رویکرد غالب توی این حوزه هستش. اما در پژوهش‌های کمتری به نقش محیط در شکل‌گیری و رشد خلاقیت توجه شده. تا سال 1980 اما بیلی با یک رویکرد کنشگرایی و یا همون ساختارگرایی اجتماعی پژوهش جدیدی رو به وجود میاره که پرسش اصلی این رویکرد این بود که عوامل اجتماعی و زمینه‌ای تو خلاقیت چه نقشی دارن. تو این رویکرد جنبه‌های قبلی یعنی شخصیتی فرآیندهایی در چارچوب بزرگتری رو در نظر می‌گیره. از نظر اما بیلی انگیزه حلقه مفقودی خلاقیت هست و نقطه تلاقی مؤلفه‌ای همون فردی و اجتماعیه. انگیزه درونی رو در واقع میگه ممکنه تو اندازه‌ای هم فطری باشه. اما تو حد بسیار زیادی به محیط اجتماعی میگه بستگی داره. این انگیزه برای خلاق بودن اونقدر نادیده گرفته شده که اون رو در واقع میادش حلقه مفقودی خلاقیت نامگذاری میکنه. اما بیلی قلمروی مهارت رو چیزایی مثل استعداد، آموزش و تجربه رو به مثابه محتویات ضعف، قلمروی مهارت‌های کاری، چیزایی مثل بررسی شیوه‌های کاری و تفکر رو به عنوان چاشنی غذا و انگیزه رو در واقع میادش به عنوان هیزومی در نظر میگیره برای پختن همون سوپه. ویژگی افراد خلاق چی هست؟ در خصوص افراد خلاق این که چه خصوصیاتی دارن که باعث به وجود اومده و بروز خلاقیت اونا میشه به ویژه یه سری ویژگی هایی مثل کنجکاوی و پرسشگری بر به رابطه بین خلاقیت رو با چیزهایی مثل نبوغ و هوش و استعداد بررسی کردن. همچنین این رابطه دو طرفه بین یک مجموعه از خصوصیات درونی و عوامل بیرونی هست. خصوصیات درونی از جمله انگیزه و خصوصیات بیرونی از جمله انگیزش هستش که در رشد و تعالی خلاقیت افراد مؤثره. که ویژگی‌های افراد خلاق همونطور که اشاره کردیم کنجکاوی، انگیزش، انگیزه، پرسشگری و تسامح هستش. برای مثال یکی از فیلم‌های معروف به نام باب اسفنجی یا اسفنج خلاق رو می‌تونیم بهش اشاره کنیم. توی این مبحث یه شخصیت اصلی خب مجموعه انیمیشن باب اسفنجی نمونه بارزی از یک فرد خلاق و اینها تنظیم شده برای بچه‌ها تا این رو به صورت ناخودآگاه ببینن و خلاقیت درونشون به وجود بیاد. این فرد خلاق خب بازیگوش، شاد، پر انرژی هستش، خوشبینه، یک کودک باری توش هست، اهل خطر کردن هست.
کسی کارش رو در واقع با عشق و علاقه میادش انجام میده و به صدای طبیعت و ندای درونش هم در این حال گوش میده. رسوم و قواعدی که هستش رو در واقع میادش زیر پاش میذاره و از قضاوت دیگرانم دوری میکنه و هیچ حراسی هم نداره. توی یکی از این قسمت ها به اسم کاغذ با ماجرای مواجه میشیم که خلاقیت رو در واقع میاد به خوبی نشون میده. اختاپوس شکلاتی رو میخوره و کاغذش رو دور میندازه. باب سنجی میادش به اختاپوس بر میگردونه. بعد اختاپوس از قبول کردنش خب دوری میکنه و میگه نه میخوام چی کار. باب سنجی وقتی مطمئن میشه که اختاپوس کاغذ لازم نداره از داشتنش خب خیلی خوشحال میشه و شروع به بازی میکنه. وقتی اختاپوس کاربردای این رو و اون جذابیت ساختی که باب سنجی داشته رو میبینه میخواد که کاغذ رو پس بگیره ازش و عصبانی میشه. باب سنجی هم کاغذ بهش بر میگردونه اما وقتی باز میکنه دیگه میبینه هیچ جذابیتی براش نداره و یک کاغذی بیش نیست، در واقع میرزه دور. پاتریک ستاره دریایی هم سرزده میرسه و کاغذ بی‌مصرفش رو میبینه و آدمسا خودش رو میندازه توش رو و میپیچینه و میندازه سطل آشغالی. برخی از کاربردهایی که باب اسفنجی برای تکی کاغذ پیدا میکنه و با توجه به طبیعت طنزآلود و فانتزی که داشته این داستان رو به خوبی و به سادگی نشون میده که چطور یک شیئی که معمولی هست در دست افراد معمولی هستش میتونه یک فردی خلاقانه کاربردهای دیگه‌ای رو و متنوع و جالبی بده.